السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیز من سوال کردن که آیا رقیه کردن از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است آیا ایشان رقیه کردن یا نه عزیزان گران رسول مبارک صلی الله علیه و سلم می فرمایه که دم خواندن یا رقیه کردن تا وقت که شرکامیز نباشه اصلا اشکال نداره لا بحث رقع شرکامیز به این مانا که دو استمداد و کمک گرفتن از غیر الله باشه و چیزای شرکی و شیاطین و جادوگرا و ساهرا و تعویزای شرکی باشه در مورد رقیه امام بزرگوار احمد در مسند خود یک روایت داره که زن پسر خدا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد که یک نوعی از جنون به او دست داده بود او وقت رسول مبارک صلی الله علیه و سلم فرمود بیرون شو ای دشمن خدا اخرج عدو الله انا محمد رسول الله بیرون شو ای دشمن خدا ما رسول الله سبحانه و تعالی استم او وقت میگه کودک بهبود یافت و مادرش دو تا و مقداری از قروت روغن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام قلوتا و روغنه و یکی از قچه ها گرفت و قچ دیگر را پس به او داد که در روایت مسند احمد جلد چارم صد 172 یک صد دو آمده و این حدیث صحیح است و تمام راوی های زو صحیح هست و همچنان ای حدیث در البدایه و نهایه ابن کثیر آمده که تمام از رسقه در این وقت ما در مسلم و در بخاری یک باب است در بخاری به نام اجازه در اونجا ام آمده که جمع از اصحاب رسول کریم صلی الله علیه و سلم اونا در یک سفر بودن که در مسیر سفر و از پالوی یک قبیله بسیار کوچک بود که از قبایل عرب بودن اونا از پالوی از اینا تیر شدند صحابه کرام از اونا تقاضای میمانی کردند که اگر برای ما جای بتین اما اونا صحابه را نپذیرفتند و با اونا گفتند که آیا کسی در بین شما هست که دم بکنه رقیه بکنه به خاطر که بزرگ قبیله ما دچار مارگزیدگی شده یا ای که مریض است یکی از صحابه اکرام گفت بله بعد از او نزد و مریض رفت و سوره فاتحه را به روخان یه رقیه کرد و او مریض خوب شد الحمدلله اونا هم در ایواز از او چند گسفند به ای صحابت دادن اما او او را نپذیرفت و گفت باید ابتدا از پیامبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اجازه بگیرم که آیا او ای را اجازه میته یا نه بعد از او پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت و این ماجرا را برش بازگو کرد و گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما سوره فاتحه را به او خواندم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک لبخند زد و برش گفت چطور امیدی که فاتحه رقیه هست پس ای حدیث ها تمامش دال بر این است که رقیه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و بعد از او گفت که برو و اموز دا از پیش زنا بگی قسمت را هم به ما بده شبیه از این روایت در صحیح بخاری از ابن عباس رضی الله تعالی روایت شده و ب ب ب ب الفاظ مختلف آمده یعنی در آ, کتاب و سنت ما آ, داریم روایاتی که دال بر این است که رقیه می شدند و همچنان یک زن سیاهی بود که در خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم کار می و او دچار سرعه می شد که لباسش از بدنش خارج می شد پس آ, برانه می پس آ, رسول مبارک صلی الله علیه وسلم برش گفت که تو می که ما تا را بکنم که جور شوی و یا ای که ما دعا بکنم که تو لباست از بدنت خارج نشه یا اوریان نشی و جنت نصیبت شوه پس او گفت نه ما جنت قبول دارم و فقط به ما دعا کو که لباس های ما از بدن ما دور نشه و رسول مبارک صلی الله علیه وسلم بر دعا کرد که بعد از او عرخت که بیماری سرعه بر از او رخ میداد او لباس هایش برانه نمی شد امید است که این حادیث شما یاداشت کرده باشین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته